خدا در ادامه مباحثی که جلسه قبل در مورد طراحی لو نویز امپلیفایر را داشتیم، میریم سراغ ساختار کسکو. باز میخوام ساخت در واقع تکنیک سورس دیجنریشنی که اینجا گفتیم کجا رفت، یکی از راهکارهای حل این مشکلات هست. خب بریم ببینیم ساختار سورس دیجنریشن چطوری عمل میکنه. در واقع می نویسم مدار سورس مشترک با تکنیک سورس دیجنریشن. و یک نقطه بهتره لحاظ کنیم که در ترمینال سورس آرهی استفاده نمی شود. آرهی حق نداریم استفاده کنیم. چرا؟ چون نویز فیگر را خراب کنیم. چون نویز فیگر ما قرار نیست منبع نویزی است. مقاومت 4 KTR نویز ایجاد میکرد دیگه. پس دنبال اضافه کردن آرائی توی سورس نیست. پس بریم ببینیم چی میتونیم اضافه کنیم. طبیعتا سلف میتونه یکی از بهترین گزینه ها باشه. حتی اگر کیوش خوب باشه و نویز ایجاد نکنه. اسمش رو بذاریم L1. یه RS هم اینجا داریم. RS. خب. و منبع ورودی. طبیعتا اگر مدل اسمال سیگنالش هم بکشیم در واقع میشه همچین مداری VS. خازنی که توی VGS داریم به یه مثبت منفی VGS اینجا باشه. سلفی که توی امیتر گذاشتیم باز میخوام توی سورس گذاشتیم این L1 و من به جریان درونی ترانزیستور GM VGS. خب اسم اینجا رو من میذارم چی؟ VI. ورودی مدارم مثبت منفی VI. ورودی مدار یک KVL میزنم منفی VI به علاوه I تقسیم بر خازن گیت سورس در S. که این آی تقسیم بر سی در اس چیه؟ آی زب در امپدانس اینه دیگه که بشه ولتاژ وی جی اس. آی زب در امپدانس خازن به علاوه L1 S امپدانس سلف زب در اون جریانه ای که وارد سلف میشه. یکی از اینجا میاد یکی هم از اینجا. یکیش همون آی هست. آی هست به علاوه چی؟ اسم اینم پس بذاریم آی. و علاوه جی ام وی جی اس. جی ام که وی جی اس هم همین وی جی اس برابر سه. خب اینو بذارید بنویسم این هم چیه وی جی اس. وی جی اس که شده آی در زد امپدانس فازه. از این حالا میتونیم نتیجه بگیریم که ولتاژ بولی تقسیم بر جریان بولی که بشه امپدانس که بشه زد این برابر است با یک بر روی خازن گیت سورس در اس و علاوه سلفمون در اس و علاوه چی؟ جی ام در ال یک تقسیم بر سی گیت سورس. که این قسمت حقیقیش باید چی باشه؟ باید همون RS باشه. قسمت حقیقی
برابر چی باشه؟ RS. این هم قسمت موهومیشه. که این قسمت موهومی هم بر واقع بگیم در فرکانس، در فرکانس حامل رزونانس میکنه. به ازای چی؟ به ازای یک در واقع الیک انتخابی. اون الیک رو بالاخره ما باید ست کنیم، انتخاب کنیم که تو اون فرکانس عاملمون رزونانس کنه و اثرش خونسا بشه. این هم از این. اومگا صفرمون میشه چی؟ اومگا صفر یک بر روی رادیکال ال یک سی یک سوس. خب من یه نکته می نویسم در مورد ال یک. اصلا ال یک رو چطوری به مدار اضافه می کنیم؟ در واقع ال یک، ال یک را بگیم با سیم های وایر واند. یعنی عنصری نیست که اضافه کنیم، با اون سیمی که این پایه رو مثلا به پد وصل میکنن میسازنش. حالا یک میلیمتر دیگه ماکسیمم. لذا در واقع الیکمون میتونه حوالی یک نانو هانری باشد که در این حالت بگیم برای عمل رزونانس خازن چیز یه هیت سورس باید خیلی بزرگ شد باشد که میتونیم یه خازنی رو باش چی موازی کنیم که بزرگ شد. اگه خازنی رو موازی کنیم اون وقت سیه ای میشه چی؟ سیه گیت سورس به علاوه سیه. این سیه که اون خازن اضافی است. فینم بنویسیم که در محاسبه در واقع سیه ای معمولا از خازن سیه گیت درین صرف نظر می شود، صرف نظر می شود، چون با خازن بزرگ پدی که اون پای بهش وصل میشه با خازن بزرگ پد ادغام می شود. در واقع پد ورودی با خازن بزرگ پد ورودی LNA ادغام می شود. که حالا برای حلش، برای حل آن بعدا یه فکری می کنیم. فعلا ما به کارمون برسیم. این از این. خب از این رابطه، از اینجا این برابر آر اس دیگه، قسمت حقیقی امپدانس ورودیمون برابر آر اس باشه. از اینجا میتونیم جی ام رو به دست بیاریم مثل مدار قبلی، ببینیم که چه جی ام اینی از داریم. خب من میام مینویسم که در واقع جی ام مساوی است با چی؟ آر اس ضرب خازنی که توی گیت داریم تقسیم بر چی؟ ال یک. خازن در واقع گیت سورس بود که بزرگش کرده. خب میبینید دیگه یک جی ام بزرگ لازم در واقع افزایش سی یک سبب تو صورت دیگه سبب
بزرگ شدن جی ام و افزایش توان مصرفی می شود. درسته؟ خب برای حل این مشکل باید چیکار کنیم به نظرتون؟ خب یک راهکار کاهش چی؟ جی ام. یک راهکار کاهش جی ام چیه؟ افزایش L1. منطقه L1 رو ما نمیتونیم توی چیپمون، تو تراشمون، تو مدارمون افزایش بدیم. چرا؟ چون اینه دیگه. چون بذار ما این پایینشون رو تو بدیم. چون سلف ایدئال نیست، یه مقاومت درونی داره، خودش هم چی نویز ایجاد میکنه و اصلا مساحت تراشه رو خیلی میبره بالا و هزینه ساخت تراشه گرون میشه. پس به این خاطر یه راهکار کاهش جی ام در واقع افزایش الیکت. اونتا چطوری؟ خارج از چی؟ افزایش الیک از طریق اضافه کردن سلف در خارج از چی؟ درون چیپ چه اتفاقی میفته؟ درون چیپ افزایشه. L1 میتواند سبب افزایش نویز و افزایش مساحت تراشه شود. پس خارج از چیپ یا همون آف چیپ، لذا L1 باید به صورت چی؟ آف چیپ بزرگ شود. خب بریم ببینیم این آف چیپ بزرگ شدن L1 چطوریه از لحاظ مداری. همون مدار رو من رسم میکنم، اینجا رو تکراریه. L1 که قبلا داشتیم که به وسیله در واقع وایر بونده، اینم باز عنصر داخلی نیست. اون سیمی که این پایه رو به زمین مدار رو وصل میکنه، اون وایر بونده، اون باعث میشه یه سلف ایجاد شد که دیدیم یه نانو هامریک که کوچیک بود. بعد اون وقت مجبور شدیم C1 بزرگ کنیم. C1 که بزرگ کردیم، GM بزرگ شد. GM که بزرگ شد، توان مصرفی اون افزایش پیدا کرد. پس باید یه جوری جبرانش کنیم. چطوری؟ میگه از بیرون یه سلف اضافه میکنه. یعنی تا اینجا مدارمونه. اینم چیه؟ همون C که توی گیت سورس قرار داره. این مدار داخل چیپمونه. از این به بعدش میشه چی؟ یه سلف از بیرون وصل میکنیم. این ورودی مداره که RS هم مقاومت درونی منبع مونه که اینا همه از بیرون هستن. VS. درسته، اسم اینو میذاریم L-Gate. سلفی که حالا این فرق نمی کنه. اینو چه اینجا قرار بدید چه اونجا. اینجا راحت تر. سلیه دیگه. خب. پس میام میگم که اینها آف چیپ هستن. آف چیپ. بقیهشون چی هن؟ آن چیپ هن باف چیپ چسبی دارم. این ور چی هن؟ آن چیپ توی یا روی چیپ هستم. خب زد اینمون طبیعتا از اینجا محاسبه میشه. این زد اینمون هست. چه ولتاژ تو ورودی داریم؟ مثبت منفی گفتیم همیشه وی آی دوم داریم اینجا. درسته؟ چه جریانی از این عبور میکنه؟ طبیعتا وی جی اس تقسیم امپدانس این خازن دیگه. وی جی اس تقسیم امپدانس این خازن، جریانی که از این خازن میکنه که میشه امپدانس خازن میشه 1/C دیگه. خب در واقع وی جی اس تقسیم بر این میشه چی؟ C1S وی جی اس. پس این میشه
C1S VGS جریانی که از درون اون داره میگذره داشته باشیم. بعدا حساب کردیم خب پس اینجا ما یه پد داریم درسته، اینجا باز پد داریم، پد یعنی این پایه داخل سیگن ترشه رو به بیرون وصل کردن درسته، اینا پد هستن به در واقع پد وصل می شوند برای چی؟ برای اعمال سیگنال از خارج به ترشه. حالا این سیگنال میتونه زمین باشه، میتونه سیگنال ورودی باشه، پد وصل میشه. پد یه چیز مربع مانند پیسری، یه مدار کوچیکی داخلش هست، این مدارت میاد به این وصل میشه، بعد اینم وایرباند میکنن به پکیج آی سی، بعد اینجا میشه پایی که شما تو بیرون آی سی میبینید. چیز عجیب غریبی نیست. خب حالا تو این پده یا این پایین بگیم اگر در واقع پایینه L1 همان LC موازی را داشته باشیم، همان LC کنیم، مشکل حل می شود، مشکل حل می شود، ولی بهره چون تو امید تو سورس هست بهره به شدت کاهش پیدا می کنه که به درد نمی کنه. کم می شود لذا کاربردی نیست. حالا بیایم مقاومت ورودی رو حساب کنیم از اینجا زدیم یا همون آره این پس میشه یه L1 داریم به علاوه LG در S به علاوه یک بر روی چی C1S به علاوه GM L1 تقسیم بر C1 همون چیزی که قبلا داشتیم، فقط Lمون یه LG هم بهش اضافه شد، یعنی دقیقا همینه، فقط L1مون شده L1 به علاوه LG. حالا این میشه در واقع L. این است که این ترم هم باید چقدر باشه؟ این ترم هم باید 50 باشه. و اینم میدونید که دیگه مقدار L هم از اون رابطه اومگا 0 کجاست؟ از این رابطه به دست میاد. L میشه 1 بر روی اومگا 0 به توان 2 در C1. خب حالا بریم همین حساب کتاب کنیم. بیایم بگیم که KVL بزنیم. میگم منفی VI دوم اینجا. منفی به علاوه L بزرگم. LG فلم ضرب در S امپدانس این سلفمون معذرت اینجا رو من یه اشتباه انجام دادم. امپدانس میشه از سر LG این برک آف چیپ باشه، چون الیجی رو اضافه کردیم که امپدانس ورودیمون اصلاح کنیم دیگه، امپدانسمون میشه از اینجا یا زده اینم در واقع میشه مثبت منفی وی آی تقسیم بر دو. خب بریم حل کنیم. پس منفی وی آی دوم به علاوه الیجی در امپدانسین ضرب در این جریانه وی جی اس در سی یک اس به علاوه خود وی جی اس به
به علاوه این دفعه N1 در اون جریان به علاوه N1 امپدانس صرف در VGS جریان گیت VGS یا جریان که از این خازن عبور VGS در C1 در S به علاوه جریانی که از داخل ترانزیستور عبور میکنه همون GM VGS به علاوه GM VGS اینو داریم دیگه، این یه GM VGS اینجا داریم GM VGS یه جریان از اینجا اومد، یه جریان هم از کانال ترانزیستور اومد که شد این برابر صفر. خب حالا میتونیم نتیجه بگیریم که VGS رو به دست بیاریم، VGS مساوی است با VI دوم ضرب در یک بر روی LG به علاوه L1 در C1 در S به توان دو به علاوه GM L1 S به علاوه یک. خب حالا چیه S برابر چیه؟ S هم میشه همون J اومگا صفر دیگه. S2 چیه؟ S2 میشه منفی اومگا صفر به توان دو دیگه. خب و اومگا صفر هم داشتیم از قبل که یک بر روی رادیکال در واقع L1 به علاوه LG به علاوه زدر C1 زبدر C1. حالا بیایم چیکار کنیم؟ بگیم که بیایم اومگا صفر رو توی VGS جایگذاری کنیم. اومگا صفر تو وی جی اس جایگذاری، یعنی اینو بیایم توی جایگذاری کنیم میشه این وی جی اس. ولتاژ خروجیمون هم حالا من نکشیدم ولی خب اینجا یه آر دی داریم دیگه، یه آر دی اینم میشه چی؟ وی او. ولتاژ خروجیمون هم چیه؟ منفی جی ام وی جی اس در آر دی. این جی ام وی جی اس میره توی آر دی حالا با علامت منفی. نهایتا وی او به وی آی مون شده یک دوم آر دی آر دی تقسیم برای چی؟ ال یک اومگا صفر. حال این اینجا داریم یه افت ولتاژ روش میفته دیگه، درسته؟ و میتونه در واقع سطح دی سی ولتاژ خروجی مون رو پایین بیاره. گفته برای کاهش افت ولتاژ روی مقاومت آردی میتونیم از سلف استفاده کنیم، یعنی همچین مداری استفاده کنیم. حالا من اینو اصلاح میکنم، یه سلف و یه خوازم. ولی این نکته رو هم لحاظ کنید که در نظر باید بگیریم که سلف ایدئال نیست، سلف غیر ایدئال یا واقعی به این صورته که سلف خودش اگر ایدئال لحاظ کنیم با یه مقاومت درونی موازی میشه و اون مقاومت درونی نویز هم ایجاد میکنه دیگه، درسته؟ پس همیشه در مورد سلف این نکته رو مد نظر داشته باشید. کلا سلف هم مساحت زیادی از تراشمون رو اشغال میکنه و بهتره کمتر استفاده کنیم و نباید زیاد است یا تطلب میکنه اصلا تلاش کنیم که حذفشون کنیم. برای کاهش افت ولتاژ روی مقاومت آردی پس اینو کامل کنم، میتوان به جای آردی از مدار تشدید بگیم LC استفاده کنیم. با مدار تشدید LC استفاده کنیم. این پایین شکلش رو بیارم بالاتر یه خورده، یعنی این دیگه یعنی همچی چیز. حالا اگه سلف اون ایدئال باشه در اومگا صفر باید امپدانس بی نهایت شه در فرکانس و رزونانس دیگه، ولی خب متاسفانه در واقع سلف ایدئال نیست و مقاومت درونی داره.
حالا بیایم کیو سلف رو حساب کنیم، کیو کوالیتی سلف میشه آر تقسیم برای چی؟ ال اومگا. خب آر مقاومت درونیش هم میشه چی؟ کیو ال اومگا. اینجور میتونیم تخمین بزنیم. بهره ولتاژمون هم تو این حالت میشه یک دوم آر مقاومت درونی سلف بر ال یک اومگا سلف، که میشه یک دوم کیو ال دو بر روی ال یک. در این ال دو باشه. بهره ولتاژ قبلا به دست آر یک دوم آر دی بر ال یک اومگا سلف. حالا آر دی مون شده چی؟ شده این. شده کیو ال دو اومگا سلف. درسته؟ اونو جاگذاری کنیم بهره ولتاژمون به این رسید. برای چه حالتی؟ برای حالتی که اینجوری. خیلی خوب. یه نکته هم بنویسم. توی چیپمون اگر سلفمون کیوش بالا باشه نویز چندانی نداره و میتونیم در واقع چیپ ازش استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی همچین مثلا همچین ساختاری ال داریم، یه مقاومت درونی داره. حالا ما اینو سری کردیم به جای موازی، نورتون رو به تونن تبدیل کردیم. وی نویزش، اینم وی نویزیش هست. کیو سلف رو مونم قبلا بالا نوشتیم، کیو هم مساوی است با چی؟ ال اومگا بر. خب حالا نویز فیگر، نویز فیگر این مدار مثلا، نویز فیگر رو چطوری به دست می آوردیم؟ می گفتیم ولتاژ نویزی خروجی به توان دوش تقسیم بر بهره ولتاژ به توان بهره ولتاژ به توان دو ضرب در یک بر روی 4 KT RS. خب حالا وی ان اوتمون چی بود؟ VN out حالا توان دوش میشد در واقع ولتاژ نویز RS به توان دو ضرب بهره ولتاژ به توان دو مقاومت نویز مقاومت RS ضرب بهره ولتاژ به علاوه نویز مقاومت RD به توان دو. این تو خروجی هم دیگه. در کجا؟ در اوت، در خروجی به علاوه وی نویز ترانزیستور به توان دو. اینم در کجا؟ در اوت. این میشد وی ان اوت. خب بیایم به کی ویل بزنیم. کی ویل میگم آر اس ضرب در جریانه وی جی اس در سی یک اس اینجاست. RS ضرب در جریانی که از مدار عبور میکرد. RS ضرب در این جریانه که البته وقتی میخوایم نویز حساب کنیم منبع ورودی صفر میشه، پس منبع ورودی رو لحاظ نمیکنیم. بله امپدانس سلف جی ضرب در چی؟ باز در جریان VGS C1S به علاوه خود VGS به علاوه سلف سورس دیجنریشن در مجموع اون دوتا جریان VGS C1S به علاوه GM VGS به علاوه چی؟ منبع نویز ترانزیستور.
این که تو خروجیه، این هم تو خروجی ضرب بهره میشه، کافی اینو حساب کنیم. این میشه صفر. چرا؟ ببینید اینجا ما یه منبع نویز هم داریم دیگه، یه منبع وی جی اس داریم، جی ام وی جی اس و کاش اون داخل میدونم جی ام وی جی اس، یه منبع نویزی هم اینجا داریم. های این هم داریم دیگه. خب در محاسبه نویز صفر میشم، نه در محاسبه نویز صفر شدم، این صفر میشم. از این رابطه میتونیم وی جی اس رو به دست بیاریم. VGS شده منفی L1S IN تقسیم بر LG به علاوه L1 در C1 در S به توان 2 به علاوه RS C1 به علاوه GM L1 در S به علاوه 1 در چی؟ در فرکانس رزونانس اومگا صفرمون که این میشه منفی L1 J اومگا صفر در آی نویز تقسیم بر RS C1 و علاوه GM L1 در چی؟ در J اومگا صفر که حالا نهایتا میتونیم ساده کنیم L1 در آی N J اومگا صفر را با هم رفتیم RS C1 به علاوه GM L1. این شد VGS. خب اینم میدونیم که اینم ما میدونیم که در واقع GM L1 بر چی؟ C1 برابر بر RS باشه. پس میگیم RS C1 برابر است با چی؟ GML1 RS1 برابر است GML1. اونو میخوایم جا گذاریم که میفهمیم VGS میشه یک بر روی دوتا GM آی نویز. حالا VO برابر چیه؟ VO هم برابر است با منفی مقاومت درین ضرب در اون دوتا منبع جریان، یکی GM VGS، یکی هم جریان نویزی ترانزیستوره که این میشه منفی RD در جی ام وی جی اس که اینه جی ام وی جی اس رو از اینجا میتونیم به دست بیاریم که میشه منفی جی ام بر روی دوتا جی ام آی ان که حالا جی ام ها با هم میرن به علاوه آی ان جریان نویزمون که میشه چی؟ منفی آر درین تقسیم بر دو در آی ان. درسته؟ پس میتونیم بگیم که VO نویز ترانزیستور در خروجی میشه چقدر؟ میشه RD به توان دو تقسیم بر چهار تا آی نویز ترانزیستور به توان دو و این به دست اومد. اونا هم قبلی هم داشتیم، الان میتونیم نویز فیگر رو بنویسیم. نویز فیگر ساوی است یک به علاقه آردی به توان دو تقسیم بر چهار در جریان نویز ترانزیستور رو چهار کی تی گاما جی ام فرسه تقسیم بر یه چهار کی تی آر اس داشتیم، یه بهره ولتاژ به توان دو که بهره ولتاژمون اینه یک دوم آر ال یک اومگا، آر کم آر دیه ال یک اومگا صفر، اونم قرار بدیم
میشه آردی و روی امچی دوتا L1 اومگا درسته به توان دو همین بود دیگه R و روی دوتا L1 اومگا. خب ما هم همون نوشتیم و علاوی اثر نویزی مقاومت این اثر یک ناشی از مقاومت RS بود دیگه با مخرج رفت یکش ما 4KT RD تقسیم بره باز 4KT RS در همون بهره ولتاژ به توان دو RD دو تا L1 اومگا به توان دو خب اینا رو هم لحاظ کنیم ها این پارامتر رو لحاظ کنیم یکی این که میدونیم RS برابر است با GML1 تقسیم بر چی؟ C1 L1 پس میشه چی؟ L1 میشه RS C1 تقسیم بر GM که مساوی است با چی؟ RS اومگا تی ترانزیستور اومگا تی ترانزیستور حالا فعلا اینو پاک کنم این شد الیک هست اینم بدونیم که اومگا تی میشه چی؟ C1 بر GM و حالا اینو که بدونیم میتونیم بگیم L1 اومگا صفر مساوی است با چی؟ RS در اومگا صفر بر اومگا T و همچین چیزی برسیم میخواییم یه خورده شکل نویز فیگرش رو تر تمیز کنیم حالا بریم نویز فیگر رو حساب کنیم نویز فیگر نهایی رو یعنی رابطهش رو بنویسم نویز فیگر مساوی است با 1 و علاوه گاما جی ام آر اس به توان 2 اومگا صفر بر روی اومگا تی به توان 2 تقسیم بر جی آر اس به علاوه 4 تا آر اس به توان 2 ضرب در اومگا صفر بر روی اومگا تی به توان 2 تقسیم بر آر دی آر اس خب نکته هم بنویسیم که حالا فعلا توضیحش رو بنویسم میگم که نویز فیگر چی شده؟ کمتر از 3dB که توان مصرفی هم چی افزایش پیدا نکرد نیازی نبود جی ام رو زیاد کنیم افزایش پیدا نکرد چون از بیرون ما اومدیم سلف الجی رو اضافه کردیم دیگه نیازی نبود و بهره ولتاژ هم چی بود؟ خوب است این از این نکته اومگا تی برابر است با جی ام بر سی اگل در این جلسه ببینیم ادامهش چی میشه.